سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. خوشحالم که بار دیگه هفته دیگری رسید و من در خدمت شما عزیزان هستم. طبق روال همه هفته ما همیشه یه عزیزی رو داریم که ویدئویی برای ما فرستاده. هفته گذشته اگه یادتون باشه من در مورد اون افرادی که جدیدن به جمع ما پیوستند و بیننده برنامه من شدن صحبتی کردم که مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفت و گفتید یه مقداری بیشتر هم توضیح بدید. چشم. پس من در ابتدای برنامه قبل از اینکه بریم ویدئوی بیمار درمان شده رو ببینیم، اول یه صحبتی در مورد کارمون و این روش درمان و این محصول برای شما انجام خواهم داد. حدود 15 سال قبل پروفسور کریستین دراپا بعد از 20 سال زحمت و تلاش در لابراتوار تونستند ماده ای رو به دست بیارن، اسمش رو گذاشتن استم انهنس، یعنی فعال کننده سل های بنیادی، و به همین نام بود در 15 سال پیش. این محصول رو به وزارت بهداشت قسمت ثبت اکتشافات ارائه دادن، بررسی شد، بعد از مدتی تایید کردن که بله این محصول میتونه میلیون ها سلول بنیادی رو در جریان خون آزاد بکنه و مورد تایید قرار گرفت. که همونطور که در تصویر الان میبینید ما در وبسایت خودمون این گواهی ثبت اکتشاف رو قرار دادیم که میتونید ببینید تاریخاش هست، اسم آقای دکتر دراپا هست و ماده اصلی که ایشون به نامشون ثبت شده آفزینمین فلس اکوا، یک نوع ماده است که از جلبک های آبی از دریاچه اورگان تهیه شد. بعد از این سالها این پروفسور تلاش کرد تا بالاخره تونست هی روز به روز اینو پیشرفت‌تر، ادوانس‌تر، بهتر بکنه تا به جایی که امروز ما به اون میگیم استم رجن، رجنریت کننده سلول‌های بنیادی و آزاد کننده سلول‌های بنیادی در سیستم جریان خون. اصولاً راجب استمسل هم از من خواسته بودی صحبت کنید، من ادامه صحبت رو با استمسل میدم. استمسلز یا سلولهای بنیادی سلولهایی هستند در بدن ما که قابلیت تبدیل به تمامی سلولهای بدن رو دارند. اصولا منشأ اصلی سلولهای بنیادی سه نقطه هست، یا در جنین هست بهش میگن امبریونیک استم سل، یا در بند ناف هست میگن امبلیکال کورد استم سل، یا در وجود مغز استخوان خود ما هست بهش میگن ادالت استم سل، یعنی سل های بنیادی بالغ. صحبت ما در مورد سل های بنیادی بالغ در گذشته و الان هم البته هست، آخرین روش این بود که دستگاهی به نام افرایزیس خون فرد وقتی گرفته میشد به این دستگاه داده میشد، سلولای بنیادیش رو جدا میکنه، مارکر بهش میزنن تعیین کننده و بعدم تزریق میکنه. این کاریه که همه جای دنیا دارن انجام میدن، اما این دانشمند بعد از سالها تلاش تونست کاری بکنه که این پدیده و این اتفاق بدون اینکه صدمه ای به سلول بنیادی بخوره مستقیما در داخل خود بدن این اتفاق بیفته، یعنی با استفاده از این محصول و ورودش به گوارش و سیستم جریان خون و مغز استخوان تعداد زیادی بالغ بر 8 تا 10 میلیون سلول بنیادی بیان در داخل جریان خون و برن به طرف بافت صدمه دیده. بافت صدمه دیده در انواع بیماری ها جاهاش مختلفه، یا قلب یا مغز یا استخوان یا کبد یا روده یا معده یا اعصاب، به هر یه جایی هست. اصولا بافت های صدمه دیده در بدن ما از خودشون سایتیکون ترشح میکنن، ارسال میکنن پیغام رو، یه انزایمی ترشح میکنن که من اینجا گرفتارم، من درگیرم. سلولهای بنیادی هوشیارند، زنده هستند و گیرنده دارن و میدونن باید برن به طرف بافتی که صدمه دیده و پیغامم که ارسال کرده. یعنی اگر یه کسی در آن واحد 3-4 نقطه بدنش مشکل داشته باشه، این سلولهای بنیادی به اون نقاط حرکت میکنن و تلاش میکنن برای ترمیم اون بافت صدمه دیده. این اون تعریفی است که استم رجن داره، این محصولی که ما ازش صحبت میکنیم، که ما معمولا پکیج ها یا بسته هایی که برای بیمارانمون در نظر میگیریم
چند قلم داروی جانبی یا مکمل رو هم در کنار این قرار میدیم که اونام 100% اربال طبیعی هستن که کمک بکنه به عنوان تقویت کننده در کنار استمرژین. اصل درمان استمرژینه و بعد هم یک رژیم غذایی مناسب برای بیماری که دچار بیماریه، چون اکثر بیماری ها رژیم غذایی احتیاج دارن و این مجموعه کامل میشه و محصول به دست شما عزیزان میرسه و استفاده میکنید. امروز هم عزیزی رو داریم که با همدیگه میریم ویدئویی که فرستادن ببینیم، جناب آقای حسین نظامی که بیماری دیابت داشتن. ویدئو رو ببینیم برگردیم و در خدمتون هستم. به نام خدا. با سلام خدمت جناب آقای دکتر وزیری تبار بزرگوار و تمام بینندگان عزیز. بنده حسین نظامی هستم، 22 ساله از مشهد. من در سال 91 به بیماری دیابت نوع 1 مبتلا شدم و تا به همین لحظه دارم با این بیماری زندگی میکنم. بنده به سفارش و توصیه یکی از دوستان با جناب آقای دکتر آشنا شدم و پس از تماس گرفتم با ایشون و صحبت کردم باهاشون، من چندین آزمایشی که A1C و یه سری آزمایشاتی که ایشون خودشون گفتن گرفتم و برای ایشون ارسال کردم و پس از دیدن آزمایشات ایشون یک سری دارو به من دادن که من شروع کردم به استفاده. بنده تا قبل از استفاده از داروها قندم اصلا پایین نمی اومد و ضعف‌های جسمانی بسیار شدیدی داشتم، اصلا نمیتونستم خوب بخوابم، در طی طول شب من زیاد تشنه میشدم و همین تشنگی باعث بیداری من میشد و خواب راحتی نداشتم و A1C من که یا همون میانگین قند ماهیانه اصلا خوب نبود و همیشه روز به روز بالاتر میرفت به جای اینکه بهتر بشه. من بعد از استفاده از داروها، یعنی تایم 4 الی 5 روزه که خیلی تایم کوتاهیه، داروها به شدت تاثیر خودش رو شروع کرد به روی بدن من گذاشتن و ضعف جسمانی من کاملا از بین رفت، تشنگی های من باید رفع میشد، همیشه خوابم خیلی راحت شده بود، قندی که من قندم همیشه اکثر مواقع بالا بود الان واقعا قندم کنترل شده است، A1C از 10.6 شده 9.6 حدودا یک واحد اومده پایین که این خیلی 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 خوبه و این رژیم غذایی که رعایت کردم، استفاده مداوم و مرتب داروها واقعا تاثیر بسزایی روی بدن من داشته، چون من آدم فراموشکاریم، گاهی اوقات فراموش میکنم انسولینمو بزنم بعد از وعده غذایی. این قبلا واقعا من اذیت میکرد این فراموشی، یعنی خیلی حال جسمانیمو بد میکرد، ولی الان نه، الان اگر گاهی مواقع انسولینمو یادم میاد مثلا 2 روز بعدش مثلا اون موقع نزدم که اصلا اینو من احساس نمیکنم، چون واقعا بدنم مقاوم شده و به گفته های دکتر از دوره دوم ماه به ماه میخوان انسولین منو کم و کمتر و کاملا قطع کنن و در آخر واقعا از آقای دکتر وزیر تبار، آقای دکتر دراپا و آقای علی خانی و تمامی عزیزانی که دستن در کارن و باعث میشن که این دارو به دست من و امثال من و تمامی کسانی که مشکل دارن برسه و واقعا به تمام کسایی که بیماری زمینه‌ای دارن و یا هر بیماری که اذیتشون میکنه با آقای دکتر مراجعه کنن، چون مطمئنم که خوب میشن و لحظه به لحظه روی رو به بهبودی میرن مثل بنده و زندگی خیلی خیلی راحت تری دارم. خب ممنونم آیه نظامی، متشکرم، مرسی، ما وظیفمون انجام دادیم، کار خاصی نکردیم، خیلی خوشحالم که شما خیلی بهترید و انشالله که با ادامه درمانتون کاملا مشکلات دیابتتون دیگه 100% مرتفع بشه.
در مورد مسئله دیابت توضیحات بسیار مفصله. من ترجیح میدم که این توضیحات رو روی ویدئو به شما بدم که برای شما عزیزان بیشتر مفهوم باشه، یعنی با تصاویری که در ویدئویی که برای شما در نظر گرفتم و صحبتی که رو اون ویدئو میکنم برای شما نشون خواهم داد که دیابت چیه، نوع یک چیه، نوع دو چیه، چجوری باید درمان بشه از نظر علم پزشکی و ما چه کار براش میتونیم بکنیم. بریم با هم دیگه ویدئوی دیابت رو ببینیم، برگردیم، من در خدمت. در اینجا ذکر میشه که بدن ما مثل کارخونه کار میکنه. اعضای مختلفی ما در سیستم داخلی بدنمون داریم و اکسپلین میکنه، یعنی تشریح میکنه دیابت چی هست. همطور که میبینید ما عکس کبد رو به صورت قرمز، تصویر کبد، معده رو به صورت زرد رنگ و روده رو به صورت قهوه‌ای کم رنگ و لوزالمعده رو به صورت یک برگ به صورت سفید رنگ زیر معده میبینیم. وقتی که مواد غذایی رو به طور طبیعی ما میخوریم که شامل مواد غذایی پروتئین ها، چربی ها، قند اینا هست، وارد معده ما میشه، بدن ما اینها رو باید تبدیل بکنه به قند، برای اینکه قند انرژی بدن رو تولید میکنه و اون قندی که حاصل میشه از به اصطلاح مواد غذایی داخل جریان خون میشه و وقتی اینها وارد جریان خون بشه، البته قبلش مقداری تو کبد ذخیره میشه قند، چون کبد محل ذخیره گلوکوزه، بعد اینا رو ریلیز میکنه در داخل جریان خون. حالا برای که بهتر متوجه بشیم، اگه بریم داخل جریان خون، اینا که جیه به صورت طلایی رنگه، این یعنی گلوکوز، اونا که آیه یعنی انسولین، اونم سلوله که دریچه های مختلف. ببینید آی یعنی انسولین، میاد در سلول باز میکنه، گلوکوز میبره اون تو که میشه به اصطلاح گلوکوزامین، یعنی میره اون تو، گلوکوز تبدیل به گلیکوژن میشه، یعنی قند مصرفی عضلات بدن، سلول های بدن، و کبد هم که ذخیره داره ترشح میکنه. بدن ما این حالت رو داره که هر چقدر که میزان انسولین مترشح میزان قند مترشح افزایش پیدا کنه، همونطور که در تصویر به صورت چپ و راست میبینیم، اینجا البته فعلا بالا رفتن قند رو داره نشون میده. ببینید هر چقدر قند خون ما بالا بره، به همون میزان انسولین ما بالا میره که در دست چپ و راست داره نشون میده. هر چقدر قند بره بالا، انسولین میره بالا، قند بیاد پایین، انسولین میاد پایین، ترشحش، میزان ترشحش، یعنی میدونه چقدر باید ترشح کنه که اینا رو برابر بکنه و بتونه به وارد سلول بکنه. در بیماری دیابت این اختلال به وجود میاد که با بالا رفتن قند دیگه انسولین بالا نمیره و پایین میمونه و لوزالمعده در اصل کار نمیکنه. ما به طور کلی دو نوع دیابت در به اصطلاح تا حالا کشف شده، مطرح شده، یکی بهش میگیم دیابت نوع یک، یکی بهش میگیم دیابت نوع دو، تایپ 1 دیابت، همین چیزی که الان نوشته شده. دیابت نوع یک، مهمترین چیزی که ما در بیمار میبینیم مسئله تشنگیه که حالا در تصویر نشون خواهد داد. وقتی که قند وارد معده میشه، مواد قندی یا مواد غذایی که تبدیل به قند میشن، چون حتی برنج هم تبدیل به قند میشه، نون هم تبدیل به قند میشه، آخرش نشاسته اصولا، بله نشاسته ها، بله دیگه، همه اینا آخر سر قند میشن. ببینید در نوع یک انسولینی وجود نداره. ببینید اصلا آین دیگه نیست اونا بیا که بخواد سلول رو باز کنه که گلوکوز بره توش. یعنی در نوع یک پنکراس به طور کل کار نمیکنه، هیچ انسولینی ترشح نمیشه، پس به طب انسولین به صورت تزریقی از بیرون باید داده بشه. از علائمش تکرر ادرار، سوزش ادرار در خانوما، خارش رحم در آقایون، خارش بیضه، اینا از علائم اولیه قنده. تشنگی یکی از مهمترین علائم، مرتب این افراد میخوان آب بخورن، روزی 10 لیتر میخوان آب بخورن، این تشنه میشن. البته به همون مقدارم دستشویی میرن و ادرار میکنن و خارش و سوزش و ناراحتی که تو ناحیه به اصطلاح واژن براشون درست میشه، یا ژنیتالش در خانوما و آقایون. بعد زخماشون دیر خوب میشه، وقتی یه جا زخم میشه خیلی طول میکشه تا درمان بشه. بعد باز از علائم دیگه ای که داره حالت چشم هست که بلری بهش میگیم، یعنی تار میشه، دید تار میشه در بیماری دیابت در نوع یک.
پس تاریه دید داریم، خشکی واژن و خارش داریم، در آقایون خشکی بیضه و خارش بیضه داریم، فرض بکنید خستگی بیش از حد باز یکی از علائم میشه، با اینکه فرد کاری نمیکنه ولی همیشه احساس میکنه خسته است، و بعدم لاغر شدن. در دیابت نوع یک این افراد شروع میکنن به لاغر شدن، یعنی معمولا اینطور، البته چاقی هم داریم ولی معمولا 90% موارد، 95% فرد شروع میکنه به لاغر شدن، وزن از دست میده، همش آتش داره، ادرار زیاد داره، مشکلات دید داره، خستگی بیش از حد داره. اینا همه علائم بیماری دیابت نوع یک یا تایپ وانه. به همین صورت باز ما دیابت نوع دو رو داریم، تایپ 2 دیابت، نوع دوم. در دیابت نوع دوم ما تقریبا علائممون شبیه به دیابت نوع اوله، فقط با فرق این که در سنشون معمولا 85% بیماران دیابت نوع دو هن، و گفتم در قبل صحبت هم 15% دیابت نوع یک هن. در این افراد انسولین ترشح میشه ولی میزان انسولین مترشح پانکراس به اندازه کافی نیست، یعنی برابری نمیکنه با میزان قند داخل جریان خون یا گلوکوز به تب. پس میزان قند خون افزایش پیدا میکنه و اون عوارض رو همچنان میبینیم، و بعد گلیکوژنی که ذخیره میشه در کبد برای سر سوخت که بعداً بدن ازش میتونه استفاده بکنه، اون هم باز مزید بر علته که وقتی وارد سیستم جریان خون میشه باز قند خون رو بالا میبره. پس اگر دقت بکنیم در این مورد، اگر بریم و داخل جریان خون رو مشاهده بکنیم، میبینیم که این بار انسولین وجود داره ولی تعدادش کمه، یعنی دریچه باز میشه، وارد سلول گلوکوز میشه ولی باز مقدار زیادی باز بیرون میمونه، برای که میزان انسولین برابر با انسولین مترشح برابر با قند نیست، قند خیلی بیشتر از میزان انسولینه. در این دو نوع، چه نوع یک، در نوع دو هم میبینید قند خون بالا میره، به همون میزان انسولین هم ترشحش افزایش میکنه داره، ولی بعد یه مرتبه دیگه بیشتر از اون نمیتونه بالا بره و قند خون پیک میکنه و به درجه خیلی بالای خودش میرسه. این در نوع دیابت نوع دوم هست، که در دیابت نوع دو فرقش یکی این که از نظر پاتوفیزیولوژی درون بدنی که میزان ترشح انسولین وجود داره، انسولینی وجود داره، در دیابت نوع یک لوزالمعده به کل کار نمیکنه، ولی در اون نه، علائمش هم شبیه به هم دیگه هست. خب ویدئوی دیابت رو دیدیم، الان زمانی رسیده که یکی از سخنرانی ها و گفتار بسیار زیبای این پروفسور بزرگوار جناب آقای دکتر کریستین راپا، دوست و همکار عزیز خودم، رو با همدیگه ببینیم که در مورد استمسل توضیحات خیلی مهمی رو دادن. بریم با همدیگه ویدئوی استمسل رو در مورد نحوه عمل کردش از زبان دکتر راپا بشنویم. مجددا من در خدمت شما عزیزان خواهم. What we have discovered, and here you need to wrap your mind around this, okay? We have a cardiovascular system, we have an immune system, we have a nervous system. And in the same way that we have systems like this in the body, what we have discovered in a very objective way is that the body has a repair system. The body has a health system. There is something in your body whose function is to keep you healthy as you age. Once we discover this, there's no better strategy to maintain health than to support this natural function of the body. It is so much cheaper, so much easier to keep your health when you have it. I wish I had a creative mind. You know, I admire painters and musicians. I'm not born that way. I'm just born with a very pragmatic, rational mind. Well, I just remember the first day of school. So I'm 13 years old, 12 years old. The first day of school, and my question to my sixth grade teacher was, how does the brain work? And obviously, he couldn't give me an answer, but already then, you know, I wanted to study the brain. So what led me to stem cell research is quite simply, a colleague of mine sent me an article, and the title of the article was Turning Blood into Brain. It was the study on leukemia in which scientists use mice. So they irradiated female mice as a treatment for leukemia,
and then did a bone marrow transplant with male stem cells. So the idea was that because the male stem cells have the Y chromosome, you can follow the reconstitution of the blood in the bone marrow. And a few weeks later, they found a neuron in the brain that had the Y chromosome, meaning that it came from the stem cells. At a time when stem cells are known just to be blood precursors, they make red blood cells, white blood cells, and platelets. So now we have a report that a stem cell could go into the brain and become a brain cell. So it led me to look a little bit more in the scientific literature, and then we found similar reports of stem cells that could become heart cells and liver cells. So what we then started to think was, okay, if stem cells can become liver, brain, and the heart, why not the pancreas and the skin and the lung and the muscles and other things? It would be much more bizarre if stem cells can become brain, heart, and liver and not the rest. So we published an article in a journal called Medical Hypotheses, in which we proposed that stem cells actually constitute the natural repair system of the body. In the back of my mind, the idea was, if really stem cells are the repair system of the body, and you have a plant that can trigger the release of stem cells, that means these stem cells will go and repair what's broken. So they go to the heart of the heart patient, the liver of the pancreas of the diabetic, the brain of the Alzheimer's patients, and that's what we had. We had people reporting benefits touching so many different aspects of human health. So we went in the lab and we tested that plant and we found that that's what it did. It triggered stem cell release from the bone marrow. So it took me from brain research and all my interest shifted into this sort of new discovery, these new observations. Stem cells was really, to me, the future of medicine. So that's how it all started. When we understand that stem cells constitute the repair system of the body, so we think that it's going to repair, so meaning we use it only when something is broken. So there's something else that is emerging here in all this science of stem cells that, to me, is absolutely the most fundamental piece of information that we need to have as a society, is to understand that stem cells, yes, they do repair, but every day of our lives, we lose cells. It's just a natural process of life. If you want any organs and tissue to work normally, you need to replace the cells that are being lost. And that's the role of stem cells in the body. And the key piece of information here is that by age 15, we have lost about roughly like 80% of the stem cells that you're born with. When you cross age 30, you're left with about 4 or 5% of the stem cells that you're born with. And this is simply caused by the fact that as we age, the red marrow that makes stem cells transforms into yellow marrow or fatty marrow. It's a very, very normal physiological process. But the key message here is that as we age, the number of stem cells declines drastically. So all of us, when we cross age 30, we all realize that we don't seem to repair as well as we used to. A little injury here and there, you know, that we don't recover like we used to. It's because we don't have as many stem cells to participate in that process of tissue repair. But in the background, every day of our life, we lose cells. There's a point as we age where we lose that balance. We don't have enough stem cells in the blood to compensate for cellular loss. That's when the problem, those so-called age-related health problems, that's when they start. You will experience them 10 to 20 years down the road, but they have started at that point. If right then, we can start to put more stem cells in circulation every day, and which is what Stem Regen does, then you give that edge to the body to be able to fully repair, microscopic repair, but to do this every day so that you can really age with your quality of life and enjoy your aging. خب صحبت‌های دکتر دراپار شنیدیم، بسیار بسیار مفید و خوب، و من دعا میکنم برایشون انشاءالله خداوند بهشون 120 سال عمر با عزت بده که بتونن کمک بکنن به جامعه بشری. در مورد ارتباط ما با شما هم یه ویدئویی هست که هر هفته میبینید، باز هم بریم برای اون عزیزانی که اطلاع ندارن یه توضیحاتی در مورد تماس گرفتن با ما به غیر از شما رایی که روی صفحه هست و اینکه چجوری میتونن با من مشاوره کنن که من مشاوره اولیه من رایگان هست. من در خدمتتون هستم، بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. اول در مورد وبسایت خودمون براتون صحبت بکنم. اگر شما وارد وبسایت www
drwaziritabar.com بشید، یعنی همونی که پایین صفحه موقعی که من برنامه اجرا میکنم مشاهده میکنید. وقتی واردش بشید که الان ما این کار رو برای شما انجام میدیم، ببینید الان ما وارد وبسایت کمپانی شدیم. خب در بالا نوشته شده الان ما تو خانه هستیم، جایی که تو هوم هستیم، صفحه اصلی که در بالا نوشته شده همطور که میبینید دکتر شهریار وزیری تبار، بعد درمان، بیماری ها، بهبود یافتگان، محصولات، رویدادها، تیم ما و ارتباط با ما. اگر ما بریم روی تیم ما و کلیک بکنیم، متوجه خواهیم شد که تیم ما از چه افرادی تشکیل شده. همینطوری که در تصویر میبینید آقای دکتر دراپا، بنده که در خدمتون هستم، و خانم میترافته که کارشناس تغذیه کمپانی هستن. این کسانی هستند که تیم ما رو در امریکا تشکیل میدن. البته تیم ما افراد بسیار زیادی باز هم در خود امریکا، کارمندان ما در دبی و در لندن و در ایران داره، ولی خب ما به اصطلاح فاندرهای این کمپانی رو، کسانی که این کمپانی رو پایه‌گذاری کردن رو به عنوان تصویر به شما نشون میده. بعد بریم راجع به محصولات صحبت بکنیم. کلیک کنیم روی محصولات. وقتی وارد محصولات بشیم، محصول اصلی این کمپانی محصولی است به نام سم رژن، همینی که در تصویر می‌بینید، که نوشته شده تقویت کننده طبیعی سلول‌های بنیادی، استنرژیم قوی ترین محصول کامل طبیعی موجود است که به منظور تحریک ترشح، همینه که در صفحه می‌بینید نوشته شده که چندین میلیون روزانه استمسل رو از مغزستان آزاد میکنه و میره به طرف بافتای صدمه دیده. تصویرش هم همین تصویری است که در اینجا میبینید، این باتلی که در اینجا تصویرش رو میبینید. و اگر کمی پایین تر بیایم، برای کسانی که در امریکا هستن، در کانادا، اروپا، خارج از کشور هستن، اگر مایل باشن میتونن، اگر بخوان با مشاوره‌ای که با من میکنن، میتونن استم رژین رو به صورتی که الان در این تصویر نشون داده شده یا 3 تا یا 6 تا رو به قیمتی که زیرش نوشته شده به صورت پیپال از کمپانی ما خریداری کنن. خریداری از طریق پیپال هست اگر در خارج از ایران هستید و میخواید. به غیر از مشاوره‌ای که با من میکنید، گاهی اوقات نیاز است که داروی جانبی هم کنارش بیاد که اون هم به این مسئله، به این داروها اضافه خواهد شد. و بعد اگر بریم سراغ بیماری ها، اگر وارد صفحه بیماری ها بشیم، مشاهده خواهیم کرد که تمام، ببینید تصاویر رو، تمام بیماری، آرتروز، آدیسون، آتاکسی، آبسیا، از الف تا یه ما اینها رو ردیف کردیم. همینطور که داریم میایم پایین، صفحه رو میبینید به ترتیب میایم پایین، تمام بیماری ها، اهم از دیابت، دژنرسیون، روماتیسم، سکته مغزی، فرض بکنید که ناراحتی سیاتی، سر، فلج مغزی، فابرومالژیا و و و و همه اینا تا به پایین، تمام بیماری هایی که از طریق این روش درمان قابلیت بهبودی دارن رو شما میتونید مشاهده بکنید. و بعد از بیماری ها میریم سراغ بغلش بهبود یافتگان. اگر ما اینو کلیک بکنیم، کسانی که بهبودی با این درمان پیدا کردن، ویدئوهاشون رو در اینجا، نمونه هایی از بیماران درمان شده یا تحت درمان میبینیم، که کسانی که روماتیسم، دیابت، ام ای، سکته قلبی، آرتروز، آتیزم، پارکینسون، سیروز کبدی، تنگ کار نخاعی، زایای نخاعی، اندومتریوز، ام اس، آرتروز، آمفیزم، لوپوس، ام اس، لوپوس، تومور مغزی، اسکلرودرمی، سرطان سینه، دیسک کمر، دیابت، انسداد مزمن ریه و تمام اینا که میبینید، اینا نمونه هایی از بیماران درمان شده هستن که ویدئوهاشون اینجا هست. حالا اگر هر صفحه‌ای برید فرق نمیکنه، اون وسط میبینید، همینطوری میبینید نوشته شده روش درمان طبیعی از طریق آزادسازی سلول‌های بنیادی. 5 تا علامت میبینید. این علامت ها به ترتیب از دست چپ، یکی فیسبوکه، یکی توییتره، یکی اینستاگرامه، یکی یوتیوبه و یکی تلگرامه.
به عنوان مثال حالا اینجا از وبسایت خودمون ما میریم از اینجا درست ببینید اینو کلیک میکنیم میریم وارد اینستاگراممون میشیم. بله این تصویری که میبینید تصویر اینستاگرام ما هست که بسیار مجهز است و همه چی رو در این میتونید ببینید و اگر دقت بکنید در اینستاگرام ما که وارد بشید یه مقداری که بیاین اونجا نوشته شده صفحه رسمی دکتر شهریار وزیرتبار مدیریت روابط عمومی برای وقت مشاوره تلفنی نام بیمار بیماری و تلفن را به این شماره واتساپ یا تلگرام نمایید. این که در اینجا میبینید من الان دارم دورشو با این فلش نشون میدم این اون چیزی هستش که شماره هستش که اون کسانی که برنامه تلویزیون من رو نمیبینن و تلگرام رو میبینن میتونن با این شماره از مرکز ما از روابط عمومی ما وقت مشاوره بگیرن. بعد پایین که میایم تصاویر رو میبینیم که نوشته شده سلولای بنیادی تصاویر مختلف نحوه درمان بیماری کلیوی آرتروز. اگه نگاه کنید اون بالا اینجا نگاه کنید نوشته پست یعنی پست ها بغلش نوشته آی جی تی وی. لطفاً آی جی تی وی رو کلیک کنید ببینید آها وقتی آی جی تی وی رو کلیک میکنید صحبت های هفتگی من میاد یعنی صحبتی که بغیر از برنامه تلویزیونی صحبتایی که با شما عزیزان میکنم. اینجا مثلا نوشته شده دکتر شهریار استار استمرجین و پیشگیری از ابتلا به کرونا و تاثیرات کرونا در بیمار در حال درمان که صداشون برام فرستادن. بعد دوباره بیمار درمون شده ام اس. بعد ویدئوی بیماری تنفسی و ویدئوی بیمارانی که بهبود یافتند شما در این به اصطلاح آی جی تی وی میتونید ببینید. من معمولا مرتبا هر هفته یه موضوع جدید رو در آی جی تی وی که این وسطی هست براتون خواهم گذاشت. برمیگردیم به پست. اگر در پست دقت کنید و به طرف بالا حرکت بکنیم میبینیم درمان آرتروز بیماری های کلیوی همون آقای خلبانی که امریکایی هستن و استمرجین استفاده کردن و راضی هستن درمان سر درمان بیماری های چشمی خانم دکتر دندان پزشکی که الان به بیماران خودشون هم توصیه میکنن برای استمرجین و خانم دکتر خانم همسر آقای دکتر دراپا که هنرپیشه سینما هستن و به این زیبایی که در تصویر میبینید در این اینستاگرام ما ایشون اینا همه به صورت ویدیو بالاش علامت ویدیو داره میتونید اینها رو تماشا کنید ببینید و تمام رو تا پایین و یه قسمتی که الان اینجا هست نوشته شده که prepare renew rejuvenates جوانسازی سلامتی و مورد استفاده استمرجین که اگر روش برید یک فیلم به زبان انگلیسیه که ما براتون به زبان فارسی دوبله کردیم و میتونید این رو ببینید وقتی روش کلیک میکنید میاد و توضیح میده که دقیقاً کاری که ما میکنیم چیه استرمیجین چی هست و خیلی خیلی جالب مفصل. به هر حال در این در اینستاگرام ما وارد بشید بررسی بکنید پیگیری بکنید به چیزهای بسیار بسیار خوبی خواهید رسید. حالا اگر برگردیم دوباره روی به اصطلاح وبسایت خودمون برگردیم همونی که ازش وارد اینستاگرام شدیم دوباره برمیاریم عقب میریم روی همون وبسایت دی آر وزیری تبار دکتر شهریار وزیری تبار. وقتی بریم ما الان قبلش اینستاگرام رو الان باهاتون صحبت کردیم ولی میتونید برید رو اولی اف یا فیسبوک. اگر کلیک بکنید خواهید دید که صفحه فیسبوک ما باز میشه که خیلی مفصل در موردش نوشته شده. شروعش در بالا نوشته انقلاب تندرستی همراه با سلولای بنیادی. در فیسبوک اگر تایپ کنید DR نقطه شهریار وزیری تبار و اون تصویر رو میبینید تصویر منو در دایره میبینید اونو اگر دیدید میتونید واردش بشید. همین فیسبوک به اصطلاح کمپانی هست و تمام مسائل رو همطور که میبینید از بالا تا پایین توضیحات مختلفی که من در فضای باز برای بیماری های مختلف دادم از بالا تا پایین میبینید بیماری های مختلف رو میبینید و و و بسیار شبیه اینستاگرام و فیلم های بسیار زیادی ویدئویی در این فیسبوک ما موجود هست. شما هم از طریق فیسبوک میتونید سند مسیج مسیج بفرستید برای ما در قسمتی که الان من روش دارم نشون میدم سند مسیج. هم میتونید از طریق اینستاگرام برای ما مسیج بفرستید یا تلفن بزنید به اون شماره.
و اگر دوباره برگردیم به وبسایت خودمون، دوباره برگردیم رو وبسایت خودمون، پس تا حالا اینستاگرام و فیسبوک رو دیدیم، حالا بغلش نوشته یوتیوب قرمز رنگه. ما اگر یوتیوب رو کلیک بکنیم و وارد یوتیوب بشیم، میبینیم که در یوتیوب قضیه فرق میکنه. در یوتیوب اگر برید سرچ کنید، بله همین تصویری که میبینید که سخنان آقای دکتر آلن سامرسال رو میشنوید، به محصه که باز میکنید، باز بالای یوتیوب نوشته شده انقلاب تندرستی همراه با سلولای بنیادی، و در کنار دست راست دوباره اون علائم اینستاگرام و تلگرام اینا هست. یعنی از یوتیوب هم میتونید وارد اینستاگرام بشید. اگر صفحه رو بیاید پایین، بعد از سخنرانی آقای دکتر آلن سامرسال که برای شما به زبان فارسی دوبله شده ببینید، میتونید تمام صحبت‌های من رو در فضای باز ببینید که هر کدوم دو سه یک دو دقیقه هست، و بعد بیماران درمان‌شده رو به ترتیب در پایین میتونید مشاهده بکنید. سمینارهایی که من در شرکت داشتم، و به طور کامل اگر کلیک کنید ویدئو رو، بخش دوم یعنی هوم و ویدئو دیگه تماما ویدئوها رو به شما نشون خواهد داد. حالا اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون، این بار وارد تلگرام بشیم، میتونیم تلگرام رو کلیک بکنیم و وارد تلگرام خودمون بشیم. همطور که میبینید تلگرام ما صفحه رسمی من هست نوشته شده، و برای مشاوره میتونید واتساپ یا تلگرام به اون شماره بکنید. در این تلگرام کمپانی ما هست، و بعد اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون، میتونیم توییتر رو ببینیم، علامت اون پرنده‌ای که میبینیم، وارد توییتر هم بشیم. همینطور تو توییتر نوشته شده دکتر شهریار وزیری تبار، یعنی @dr وزیری تبار هست، همه اینها همین هست. و بعد میتونید همون نوشته ها رو در اینجا ببینید که در صدر شما میبینید راجع به دژنراسیون ماکولا توضیح داده شده، و به ترتیب میاد پایین همه بیماری ها. اینجا هم میتونید برای ما پیغام بذارید، تلفن بزنید و تقاضای مشاوره بکنید. وقتی شما در مورد سلول‌های بنیادی در اخبار اینترنتی می‌شنوید، و یا هنگامی که راجع به اونها در هر جا می‌خونید، همیشه در مورد استفاده از سلول‌های بنیادی جهت معالجه نوعی بیماری یا مشکلات تندرستیه. اما برای من یکی از بزرگترین کشفیات در مورد سلول‌های بنیادی، نقش سلول‌های بنیادی در سالخوردگیه. مفهوم تازه‌ای و درک جدیدی از سلامتی به وجود اومده که میگه پیر شدن رابطه مستقیمی با تعداد سلول‌های بنیادی که در خون شما داره، و این اتفاقیه که در بدن شما میفته. وقتی شما متولد میشید، مغز استخوانی که شما در تمام استخوانهای خود دارید به رنگ قرمزه. مغز استخوان قرمز چیزیه که سلولهای بنیادی رو میسازه. اما همونطور که به سرعت مسنتر میشیم، مغز استخوان قرمز به مغز استخوان زرد یا چرب تبدیل میشه، که در این مرحله دیگه سلولهای بنیادی ساخته نمیشه. در سن 20 سالگی تقریبا 80% از قرمزی مغز استخوان کاسته میشه. در 30 سالگی شما تقریبا 95% از مغز استخوان قرمز را از دست میدید. کاهش شدیدی در تعداد سلول‌های بنیادی در گردش اتفاق می‌افته. وقتی تقریبا به سن 30 سالگی می‌رسید، این حدوداً سنیه که در اون همه ما این تجربه رو به دست میاریم که به نظر می‌رسه بدنمون مانند گذشته ترمیم نمیشه. این در واقع به این معنیه که دیگه به اندازه کافی سلول‌های بنیادی در جریان خون وجود نداره که بتونه در فرایند ترمیم و تجدید بافت شرکت کنه. پس ما جایی در 30 سالگی تعادل بین سلول‌هایی که هر روز هدر می‌دیم با تعداد سلول‌های بنیادی موجود که در فرایند ترمیم و تجدید بافت شرکت دارن رو از دست میدیم، و این زمان شروع سالخوردگی. اگر تعداد سلول‌های بنیادی در خون افرادی رو که دچار مشکلات گوناگونی در ارتباط با سن شدن رو شمارش کنید، بیماری‌هایی مانند تصلب شرایین، عملکرد قلب و انواع مشکلاتی که به مغز مربوط میشه، همه این افراد به طور متوسط نصف از سلول‌های بنیادی را که ما در یک شخص سالم پیدا می‌کنیم رو دارا می‌باشند. یک ارتباط مستقیم بین کاهش تعداد سلول‌های بنیادی در گردش و گسترش مشکلات مربوط به سن وجود داره، و این یک ارتباط مستقیمه. اگه بتونیم تعداد سلول‌های بنیادی در گردش رو افزایش بدیم، شما به بدنتون سلول‌های بنیادی بیشتری رو میدید. بنابراین اگر می‌خواید با تندرستی و تراوت بدرخشید، به سادگی هر روز سلول‌های بنیادی بیشتری رو به جریان خون وارد کنید، و این کاری است که استم ریجن انجام میده.
نقش سلول‌های بنیادی در بدن شاید یکی از مهمترین کشفیات زمان ما باشه. در علم پزشکی سلول‌های بنیادی ترمیم سیستم بدن رو بر عهده دارن. برای اینکه به عمق اهمیت این کشف پی ببریم و درک بهتری داشته باشیم، بگذارید مثلا در مورد سیستم ایمنی صحبت کنم. شما غدد لنفاوی دارید که وقتی دچار عفونت بشه، غدد لنفاوی سلول‌های ایمنی آزاد می‌کنن و مخصوصاً به جاهایی که عفونت داره میرن. جایی که سلول‌های ایمنی کاری رو می‌کنن که سیستم ایمنی انجام میده. بنابراین به همین صورت وقتی شما یک جراحت دارید، سلول‌های بنیادی توسط مغز و استخوان آزاد میشه. سلول‌های بنیادی به همه جای بدن میرن، مخصوصاً به جایی که اون جراحت یا مشکل رو دارید کوچ میکنه و اون بافت رو ترمیم میکنه. این سیستم ترمیم کننده شماست و این نقش طبیعی سلول‌های بنیادی در بدنه. ولی چیزی که تحقیقات در مورد سلول‌های بنیادی آشکار کرده که برای من از اهمیت بالایی برخورداره اینه که وقتی که جراحتی نیست چی میشه؟ معمولاً ما بیشتر عمرمون زخم نداریم. در خفا ما هر روز سلول از دست میدیم. نقش سلول‌های بنیادی اینه که به جای اونها سلول جایگزین کنه. تا وقتی که شما سلول‌های بنیادی کافی در خون دارید تا سلول‌هایی را که از دست دادی جبران بکنه، شما میتونید با وجود افزایش سن سرزنده و تندرست باشید. مشکل اینجاست که وقتی پا به سن میذاریم، مغز و استخوان قرمز که سلول‌های بنیادی رو میسازه تحلیل میرن. پس نقطه‌ای در زندگی ما وجود داره که این موازنه رو از دست میدیم و این وقتیه که ما تجربه پیر شدن رو شروع میکنیم و اینجاست که محصولی مانند استمریجن میتونه نقش شگفت انگیزی داشته باشه. اون به راحتی به طور طبیعی سلول‌های بنیادی بیشتری رو در خون شما وارد میکنه که به بدن شما تمایل و اشتیاق به ادامه زندگی با افزایش سن، با قدرت و نشاط و تندرستی میدهد. تأثیر استمریجن بر بیماران در شرایط و وضعیت‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته. ما در حال حاضر داریم شماری از آزمون‌های بالینی انجام می‌دهیم و به دنبال تأثیر استمریجن روی دیابت، بیماری‌های قلبی یا مشکلات قلبی، پارکینسون و انواع مختلف سیستم گوارشی هستیم. وقتی که این مطالعات به اتمام برسه، نتایج در مطبوعات علمی پزشکی منتشر خواهد شد. تاکنون ما نتایج انفرادی بیماران را منتشر کردیم و مواردی را به پرونده‌های پزشکی اضافه کردیم. اطلاعاتی که به وسیله یک تیم پزشکی بازبینی شدند. اینها در مطبوعات علمی منتشر شده. مشکل اینجاست که امکان نداره در آمریکا یا در هر کجای دیگه دنیا به هر نوع ادعایی در ارتباط با مکمل‌های غذایی و سلامت بسنده کرد. بنابراین در مورد مطالعه انجام شده، تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که استمریجن برای روند طبیعی فیزیولوژی شما با سند و مدرک به اثبات رسیده که خودشون رو از مغز استخون رها میکنن و سلول‌های بنیادی بیشتری به جریان خون وارد میکنن که این خود با سلامتی بیشتر و قدرت و نشاط همراهه. من خیلی دلم میخواد که بیشتر از این با هم دیگه صحبت کنیم یا بیشتر مزاحمتون بشم یا بیشتر صحبت بکنم، ولی وقت برنامه محدوده و ما الان دیگه به انتهای برنامه رسیدیم. برای شما آرزوی سلامتی میکنم که از همه چیز مهمتره و بعد موفقیت در زندگیتون. خدا یار و نگهدار.